این جلسه پیش من یه چیزی یادم رفت به شما بگم که توی style.css این رو هم باید اپلای بکنید که سایتتون به این حالت تغییر پیدا بکنه. اینجوری خب توی این جلسه دیگه از این فوتر و سایدبار من بیرون میخوام در مورد کانتنت ما صحبت بکنیم. نگاه بکنید کانتنت ما به این حالته. کانتنت ما کجاست؟ دوستان عزیز کانتنت ما داخل، گفتم که آخرش میاد داخل اونایی که پست هستش، میره داخل single.php. اما این داخل single.php به شما چی گفته؟ گفته برید داخل تمپلیتی بگردید که content-single هست. پس ما اینو میبندیم، میریم داخل content-single میگردیم. content-single ما کد هایی که این بالا داره، تایتل رو نشون میده، میاد اینجا انتری متا رو نشون میده، دوباره میاد اینجا کانتنت رو نشون میده، میبینید که اینجا کانتنت هستش، و دوباره وب لینک پیج رو نشون میده و این پایین یه سری اطلاعات رو. کاری که ما میخوایم بکنیم برای ما اینجوری نشون بده اینه که اولا نگاه بکنید کاتگوری لیست ها رو با ویرگول جدا کرده و این ماکسیمون رو هم نوشته اینجا پایین، تگ ها رو هم با ویرگول جدا کرده. الان اگر ما به چیزی نگاه بکنیم میبینید که چیزی اینجا نداریم، نه تگی داریم نه چجوری بگم نه تگ داریم نه کاتگوری داریم. باید ما چیکار بکنیم؟ اینایی که همه رو اینجا داریم رو پاک بکنیم، یعنی تقریبا تا اینجا همه رو پاک بکنیم، اینجوری که من میگم نمایش بدیم، تو فوتر نمایش ندیم. الان این داخل فوتر هست، این فوتر ما میبینید که تمپلیت هیچی هم نداره و پسورد، حالا اینجا میبینید که آن کاتگورایز داره اینجا نشون میده، تقریبا اون چیزی که شما دارید میبینید این لینک هست. خب من این رو نمیخوام، این رو میخوام بالا نمایش بده به من. پس داخل کود سنیپیت اگر برید ویدیو 26، من یه همچین کود سنیپیت رو درست کردم، کپی میکنمش، میام اینجا به جای اینا نه، میام بالا بعد از انتری هدر اینجا، خب قبل از اینکه تایتل ما شروع بشه the title، یا میرو اینجا پیستش میکنم. خب این چی هست؟ این میگه بالای تایتل ما کاتگوری لیست ما رو نشون بده. حالا چی هر چی هست همون کاتگوری لیست ما از این کاتگوری لیست گرفته شده، درسته؟ یعنی من اینو کپی کردم آوردم اینجا پیست کردم، هنوز پاکش نکردم پایین، اما یه شرط هم اینجا گذاشتم. این شرط رو میتونید داشته باشید میتونید نداشته باشید. این شرط چی میگه؟ پس اگر خواستید میتونید دیلیتش بکنید، اما این شرط من درست کردم، گفتم یه فانکشن درست بکنم به نام mySimonCategoriesBlock که یه اکو بکن چی رو، یه دیوی رو اکو بکن که کاتگوری لیست رو داشته باشه. اما این CategoriesBlock چی کار میکنه؟ میگه اگر کاتگوری شما یه دونه بیشتر بود یا مجموعه شما یه دونه بیشتر بود نشون بده. اگر یه دونه بیشتر نبود، یعنی همین یه دونه بود یا اصلا کاتگوری نداشت، کاتگوری که نمیتونید نداشته باشید، یه دونه بود نشون نده. این از این. پس اینا رو ما هم نوشتیم. اما تمام این فوتر رو که ما اینجا داریم اینا چی هست؟ البته بیاید اول اینجا یه ریفرش بزنم. من نگاه بکنید آن کاتگوریز بالا نوشته شد. آن کاتگوریز فقط این چیزی هستش که من خواستم بالا نشون بده. بالا از شر اینا خلاص میشم اینجا، چون این همش بین خودمون چرت و پرت دیگه. حالا کاتگوری میخواد داشته باشید نداشته باشید، اینا دیگه مربوط به خودتونه، نمیخواد که به همه نشون بدید. و به جای این من میام چیکار میکنم؟ توی کد سنیپیتس یه لینکی داره اینجا، کد پی اچ پی دارم، اینو کپی میکنم اینجا پیست میکنم و به شما توضیح میدم این چیه. ببینید داخل این کد پی اچ پی میگیم اکو بکن get the tag list، tag list رو بگیر اون رو داخل یه یو ال بذار. حالا اینجوری این کارو میتونم بکنم که اینو به صورت HTML نشون بدم به شما که اینجوری بفهمید، اما بذارید همینجوری توضیح بدم، اب نداره. میگیم داخل یه UL یه تگ LI بذار، داخل تگ LI یه این رو بذار که فا تگ داره، یعنی بذارید اینجوری نشونتو بدم که فونت آسوم و فونت آسوم، میخوام بغل تگ هام این آیکونه تگ رو نشون بده که اینجاست. ببینید اینهاش، میخوام بغل
پست هم این آیکون تگ رو نشون بده، یعنی این بغل تگ ها فقط هم تگ رو پایین نشون بده و این LI که اینجا باز شده اینجا ببندش و تقریبا این LI که ما اینجا باز کرد، حتی ویرگول رو میذارید اینجا بعد LI که باز شده رو میبندید، دوباره یه LI دیگه باز میکنید که چیکار میکنه؟ دوباره تگ رو یه بار دیگه نمایش میده و دوباره LI رو میبندید و UL رو هم در آخر میبندید. به همین راحتی. حالا شما اگر خواستید میتونید همین فانکشنی که اینجا نوشتیم ما بگیم چیکار بکنه، بگیم اکو بکن. فانکشن بالایی رو دارم مینویسم هر جوری که دلتون میخواد. میگم اکو بکن برای ما get the underscore tag list tag underscore list. بذارید من این رو بیام داخل یه PHP دیگه بذارم که شما اینجوری بهتر بفهمید. PHP رو شما دو حالت میتونید بنویسید، یکی اینکه اکو بکنید، من alt p رو بزنم PHP رو برام مینویسه اینجا. خب من اینجوری که این اکو میکنم این رو tag list و داخل این میگم چیکار بکن، مثلا اینجا بیا PHP رو ببند و بعد بیا چیکار بکن اینجا داخل این بیا دوباره این تگ UL رو بنویس. میدونی چی میگم که UL رو بنویس اینجا دیگه HTML UL بسته میشه و داخل این یه LI بنویس. اینجا ببینید وقتی اینجا بسته میشه UL یه دونه LI دارید، داخل این LI یه دونه I دارید، تگ I که کلاس این رو داره. خب و بعد از این میاد چیکار میکنید؟ LI بستید، میاد بیرون دوباره یه LI دیگه باز میکنید به این صورت LI پیست و به این حالت و دوباره چیکار میکنید؟ چون LI نبستیم اینجا خودش LI رو میبنده برای ما که این بالا بسته شد. البته LI باز بکنیم و ببندیم. خب الان بسته شد، باز شد و بسته شد و این UL هم بسته شد. تقریبا ما این همین چیزی میخواییم. خب که اینجا آخرش هم چی؟ دوباره باید یه تگ PHP باز بکنید چون اینجا پرانتز باز شده. میبینید اینجا پرانتز باز شده. پس آخر میخواییم یه تگ PHP باز بکنیم که پرانتز رو ببنده و ویرگول بذاره. میبینید که دیگه اینجا ارور نمیده. ولی این خیلی احمقانه است به خاطر اینکه شما ممکنه بفهمید الان فهمیدید من چیکار کردم، اما وقتی شما میتونید یه PHP بنویسید با یه اکو، وقتی PHP اکو داره دیگه تمام اینا رو اکو میکنه برای شما، یعنی داخل صفحه میندازه، دیگه احتیاج ندارید که همه کاری که من کردم بکنید، فقط اینجا فهمیدید که من چیکار کردم. حالا برگردیم داخل این یه ریفرش بزنیم، نگاه بکنید آن کاتگوریز بالا انداخت و اون تگ ها رو برای ما چیکار کرد؟ اینجا انداخت و تمپلیت رو انداخت و ادیت رو اینجا انداخت و زیرش هم اگر ما روی این کلیک بکنیم، روی هوم بریم، البته اوپس داخل هوم که میرید شما رو میندازه به یه صفحه اینترنت دیگه که مثلا حالا تمپلیت استیکی درست کرده. البته این تمپلیت رو هم خود یه چیزی ما از وردپرس دانلود کردیم به نام تمپلیت تست، از این وبسایت درست برگرفته شده که میبینید تمام اینا همون منیو ما هستش اینجاست. خب این الان درست شد، آماده شد، پست ما فعلا ساخته شد، این چیزایی که من میخواستم به عقبش اضافه شه اضافه شد. اوپس من یه اشتباه اینجا کردم فکر کنم. الان اینجا باید تگ رو ببندیم و اینجا دوباره تگ رو باز بکنیم چون این بیاد زیر این قشنگ قرار بگیره. خب این الان دیدید که درست شد. ما یه همچین کاری رو کردیم، ادامهش رو بذاریم جلسه دیگه انجام بدیم.